راستش اگه بخوام بهتون بگم هیچ عنوانی برای این ویدیو نتونستم پیدا بکنم فقط داشتم یه کاری داخل استودیو انجام میدادم یه محصول داشتم عکاسی میکردم یه نکته خیلی جالب و آموزشی داشت با موبایلم ویدیو گرفتم و بعد تو نفسا فوتوشاپ ادیت کردم دیدم چیز خیلی جالبیه گفتم تو این ویدیو یه مروری داشته باشیم بر مبنای اینکه یه شاخه نور داریم و نمیتونیم نور کاملی داشته باشیم با نورهای مختلف و مجبوریم که عکسمون رو استک بکنیم یعنی با یه شاخه نور با ترفندهای مختلف نورهای مختلفی رو بگیریم و روی هم بزنیم تو نفسای فوتوشاپ و یک دست نورپردازی کامل داشته باشیم اگر علاقه من هستید این ویدیو رو تا آخر هم با من باشید. دوستان سلام به ویدیو خودتون خوش اومدید من میسم خادم پور هستم بریم ببینیم که چه کاری انجام دادم یه بخشی از این ویدیو رو با موبایل گرفتم که خب می‌بینید ولی کلش اگه بخوام بهتون بگم اینه که من یک شاخه نور داشتم داخل استدیو و داشتم یک محصولی عکاسی می‌کردم و به یه مشکلی برخوردم اول بریم تو نفسار فوتوشاپ نگاه بکنیم ببینیم که چه کاری انجام دادم و بعد بریم سراغ قسمت حالا عکاسیش و کاری که داخل استدیو انجام دادم من دو تا عکس گرفتم یکی این عکس هستش اینجا شد درستش کنیم یکی این عکس هستش و یکی هم این عکس هستش خب اختلافش رو شما اینجا خیلی راحت میتونید ببینید چه اتفاقی توی نورپردازی این دوتا عکس افتاده اصل قضیه اینجاست که محصولی که عکاسی کردم روش یه حالت تلاکوب داشت یعنی یک فور رفتگی وجود داشت که داخلش یه تلاکوبی شده بود که خب از کمپانی و کارخونه این بسته‌بندی رو درست کرده بود توی ساختار نوری که من داشتم از این محصول عکاسی می‌کردم پا نور داشتم در سمت در از راست خودم که میشه چپ محصول من و با زاویه 45 درجه داشت برخورد میکرد به محصولم نورمو به سمت عقب نبرده بودم کاملا به سمت ساید داشت برخورد میکرد به محصولم و محصولمو زاویه رو تغییر داده بودم که شکل قشنگتری داخل کادرم داشته باشه و یه فون بردم در یک طرف در از استیجم اون فضای کاریم گذاشته بودم که نوری که از فلاش هم میاد بیرون برخورد بکنه به فون بورد و یه نور خیلی نرمی داشته باشم و به عنوان یه پرکننده یا همون فیل لایت داخل در استیج من قرار بگیره اما اتفاقی که افتاد این بودش که خب این ساختار نور باعث شد که اون قسمتی که تلاکوب هستش یا اون قسمتی که اون فور رفتگی ها وجود داره بره به سمت تاریکی و کاملا نوشته روی بندی تاریک بشه دقیقا مثل همین عکسی که الان اینجا دارید میبینید اگه یه مقدار زوم بکنم کاملا میبینید که نوشته که روی بسته قرار گرفته به خاطر ساختار نور تاریک شده در اصل نور بهش برخورد کرده ولی باستاب بکگراند من داره نشون میده یعنی اون مقوای مشکی که من قرار دادم داره اونو به من نشون میده که تاریک شده در ساختار نورپردازی که من داشتم خب این در نمی و من مجبور بودم که از وسایل استفاده بکنم که بتونم به دوربینم نشونش بدم یکی از راههایی که وجود داره یا یکی از کارهایی که خیلی از عکاسای در از تبلیغاتی انجام میدن استفاده کردن از وسیله به اسم فون بورد هستش که من خودم داخل استدیو تو ابعاد و سایزهای مختلف این فون بورد رو دارم و کاری که انجام دادم این بود که اومدم یک فون برد و رو بر روی در از یعنی اول اینجوری بهتون بگم یک عکس ثبت کردم همین عکسی که الان دارید میبینید دقیقا این عکس رو من ثبت کردم که نور پردازش کامل هستش یعنی اون فیلایتی که میخوام اینجوری بهتون نشون بدم اون فیلایتی که میخوام اینجا هستش بعد نور اصلیم هم داره برخورد میکنه حجم در از بسته بندی کاملا اومده بیرون و میدونم که کارفرما موافق این قضیه هستش چون اینجوری ازم خواسته اما نوشته مشکل داره کاری که کردم اومدم این عکس رو ثبت کردم و رفتم سراغ عکس بعدی توی عکس بعدی اگه دقت بکنید خب من فیل لایت دیگه ندارم چرا چون که فون بردم برداشتم و فون بورد رو آوردم روی محصول قرار دادم چرا این کار رو انجام دادم چرا فون برد رو آوردم روی محصولم در اصل فون برد استفاده کردم نه برای نور پردازی. بیشتر خواستم تصویر فون برد داخل اون قسمتی که حالا نوشته ها هستش و ورق طلا هستش بیفته چون یه سطح براق هستش و داره باستا در از اطراف به ما نشون میده و دوربین ما میبینه پس اگه من بیام یک فونبورد رو روش قرار بدم و از داخل دوربینم نگاه بکنم ببینم که فونبورد وقتی اومد روش دوربین من داره میبینه اون لحظه لحظه مناسبه هستش میتونم اون نوشته ها رو خیلی راحت روشن بکنم و از کاری که انجام دادم اینه و پیچ دیگه خاص دیگه هم نداره یه نوشتم دقیقا اینجا هستش ببینید یه نوشتم اینجا هستش خب روی اینم کار کنم ولی الان عکسش رو ندارم داخل دفتر و شرکت هستش و این نوشتم هم دقیقا به همین صورت روشنش کردم پس یه نکته حالا فنی توی عکاسی تبلیغات چیزی که مهمه این هستش که دوربین ما چه چیزی رو میبینه و اگه از محصولاتی داریم عکاسی میکنیم که سطح براغی دارم ما باید حتما اونو به عنوان یک آینه در نظر بگیریم مثل یک آینه یک فضایی رو بهش بدیم و اون فضا رو به ما نشون بده که یه سری مشکلاتون برطرف بشه بیاید یه عکس دیگه هم بهتون نشون بدم این عکسی که الان اینجا دارید میبینید کاملا فلز هستش و اگه دقت کنید میبینید که یک سطح کاملا صاف و یک دست داره خب توی سیستم عکاسی که اتفاق افتاده من اومدم دقیقا باز یک بوم برد و بالاش قرار دادم و فلزی که شما دارید میبینید باستا به رنگ سفید فون بورد من رو رسونده به دوربین و دوربین من عکسو ثبت کرده که حالا با سوده از نورپردازی هم هستش نورپردازی هم شده درس میخواستم حجمش در بیاد اگه دقت بکنید یک سری فضاهای روشن داریم یک سری فضاهای اینجوری بهتون نشون بدم ببینید لاین روشن دارم لاین تیره دارم و خب تیرگی روشنی ها باعث میشه که حجم به وجود میاد و حتی نوشته روی محصول کاملا میبینید که با تیرگی روشنی ها و رنگ های میانه اون حجم و برجستگیش در اومده این نکتر خواستم بهتون بگم اما توی نرسار فوتوشاپ ما زمانی که دو تا عکس اینجوری داریم یعنی یک یعنی عکسی یعنی گرفتیم که خب حالا اون فضایی که مد نظر اون بوده رو روشن کردیم و یه یعنی عکسی هم داریم که نورپردازی اصلی اون هستش تکنیکش استک کردن یعنی دو تا عکس رو روی هم میندازیم فقط کافیه که این عکس رو بگیرم بکشم و اینجا رهاش کنم ببینید خاموش روشن میکنم لایه رو کاملا میبینید اینجا فون بورد من هم میتونید شما ببینید اینهاش ببینید دقیقا این فون بوردی هستش که این چیه؟ این فون بوردی هستش که اوردم روی محصول و از داخل ویو فایندر دوربین هم داشتم نگاه میکردم خب محصول کوچیکه خیلی راحت دسترسی دارم بهش داشتم نگاه میکردم فون برد اوردم دیدم نوشته ها روشن شد همون موقع اکس ثبت کردم و نتیجهش این شد خب این قبل و بعد بیایم جلوتر این عکسیه که فضای روش روشن هستش و یه گردینت خیلی خوبی از این تلاییه ببینید اون دایره نگاه کنید یه گردینت خیلی خوبی داره و این هم اکسی هستش که کاملا تاریک هستش و کافیه که یک ابزار خیلی خوب که برای کلا اکسای تبلیغاتی مناسب هستش رو انتخاب بکنم ابزار پنتول و شروع بکنم اول سلکت رو انجام دادن باز از ابزار پنتول. بذارید من این کار رو انجام بدم خیلی سریع خب سلکتم رو انجام دادم این از سلکت و کاری که میکنم اینه که لایه رو روشن میکنم و برای این لایه یک ماسک میسازم البته الان باید برعکس باشه یعنی مسکم رو باید معکوس بکنم کنترل آی میزنم که معکوس بشه و روشنش میکنم ببینید به همین راحتی الان عکسی داریم که هم نوشته ها کاملا مشخصه دیگه اون حالت تاریکی و تیره بودن رو نداره ببینید تیره بودن رو نداره اون جنسیت برراقیت اون تلاکوبی که توی محصول هستش کاملا خودش رو نشون میده و اگه طرف هم ساختار در اصل نورپردازی درست هستش و همونه یعنی جهت همونه فقط من اومدم یک باستاب ایجاد کردم داخل تصویر و اینجوری خیلی راحت میتونیم عکسای ترتمیزی داشته باشیم با یه شاخ نور البته این محصول محصول ساده ای هستش میتونه پیچیده تر از اینم باشه دارم عکاسی هایی که مجبور شدم که زاویه های مختلف و نور پردازی بکنم نه به این صورت که مثلا بیام جایگاه نورم رو تغییر بدم من یک شاخه نور دارم که در اصل نور کلیدی من هستش ثابت هستش و با استفاده از باستابنده ها مثل بورد، کاغذ یا ورق هایی که فویل هستن بهشون میگم فویل توی بازار به صورت زرورق هستن با استفاده از اینا قسمت های مختلف محصولم نورپردازی کردم و استک کردم یعنی هر کدوم از اینا یک عکس شده و بعد اومد تو نرفزار روی هم مرد شده و تبدیل شده به یک نورپردازی کامل اشاره هم بخوام بکنم بهش دوست خوبم رفایی یکی از اکاسه فوقلاده اکاسه تبلیغات چاپش یک کاری انجام داد درست برای یک مجموعه عکاسی کرد که تولید کننده موتورسیکلت بودن حالا نمیدونم وارد کننده بودن یا تولید کننده بودن ولی توی پک استیج علیرضا رفایی هم داشتم میدیدم که کاملا داشت استک میکرد چون موتور حجمی داره که مثل ماشین نیست دقیقا حجمای پیچیده‌ای داره فور رفتگی و های زیادی داره و دیدم که خیلی قسمت‌های از سطح موتور رو استک کرده و یه فاینال فوق دادش داشت میتونید پیجش رو داخل اینستاگرام سرچ کنید پیدا بکنید فقط کافی بزنید ایزارو رفایی براتون میاره و ببینید که چه کار کرده خیلی از عکاس این کار رو انجام میدن و جذاب هستش به نظرم پیشنهاد میکنم که این کار چند بار خودتون انجام بدید با یه تکی نور حتی نور ثابت در مثل همین نوری که تازه خریدم به دکورم اضافه شده با همین نورم میشه این کار انجام داد و با باستاب های مختلف عکس های مختلف گرفت و استک نکته دیگه نداره همین یه ویدیویی بود همین جوری دیدم نکته جالبی داره توش گفتم که درست بکنم بهتون اصلا هیچ سناریو هم در موردش ننوشته بودم مرسی که تا الان از ویدیو همراه من بودید اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید کامنت هم برام بذارید یه ویدیو دیگه هم اینجا براتون می‌ذارم پیشنهاد میکنم اینم ببینید یکی از ویدیوهای هستش که بازخورده خیلی خوبی داشت و خیلی از دوستان نگاه کردم ویو بالایی داشت و راضی کننده بوده برشون تو اون ویدیو هم در مورد این صحبت کردم که با یک نور ثابت چجوری میتونیم از یک محصول استفاده بکنیم که کاملا همش با باستاب های در از فون بورد هستش اینجا براتون میذارم این ویدیو رو ببینید و مثل میشه. گرن شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفت دارنگ دلتون شاد باش و لبتون خندون تا دور دیگر بدرود